أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم و والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا ما بقيت الله روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بندگان و شنوندگان عزیز بارزوی سلامتی و توفیق و سعادت و با عرض ادب و سلام ادامه مباحث مربوط به حجیت ادله شرعی رو با بررسی سه تا دلیلی که در نزد اهل سنت و برخی از مذاهب اونها اعتبار دارن شروع می کنیم و این بحث پایان بخش مباحث مربوط به حجیت ادله شرعی خواهد بود که به عنوان تنبیه مرحوم مصنف به اون اشاره کردن یکی از این دلیل هایی که برای دی معتبر هست بحث استحسان هست و از این اصطلاح ما در جلسات گذشته هم کار گرفته بودیم و اون رو به کار برده بودیم که در برخی موارد گفتیم که اصحاب پیامبر گرامی اسلام برخی از رفتارهایی رو با همین قالب استحسان انجام دادن و شاید هم ادهه گفتن که نه اونا خواستن قیاس بکنن اما همون استحسان بود و در این جلسه میخوایم این رو یک مقداری دقیقتر بحث بکنیم هرچند مرحوم مصنف خیلی نپرداخته است هر کدام اینها به صورت جزئی تعریف و مشخصاتشون رو بیان نکرده است اشان فقط در صدد بیان این نکته است که بیان کنه که این ستا اعتبار نداره و همه اینها داخل در همان زن و گمان عام هست که اگر ما بخوایم اینا رو هم از قالب زن عام خارج بکنیم دیگه چیزی در اونجا باقی نمیماند تا مشمول نحیه که در آیات شریفه از اونها نهی شده قرار بگیرن به هر صورت حالا یک نگاه اجمالی به این مسئله می اندازیم و این سه تا دلیل یکی از اونها استحسان هست که استحسان رو از میان مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت بخوایم به بحث بگیریم خب مذهب حنفی، مالکی و حنبلی این رو به عنوان یک دلیل معتبر به کار می, ب... می و در هر کجا حکمی وجود نداشته باشد از نظر حکم شرعی خب به استحسان میتونن یه حکمی رو پیدا بکنن و اون رو به عنوان یک حکم شرعی بیان بکنن معنای استحسان را هم بخوایم به صورت کوتاه اشاره کنیم استحسان همون گونه که از اسمش هم پیدا هست اینه که اگر انسان در یک جایی به یک راه حل نیک راه حل خوبتر نیکوتر دست پیدا بکند از نظر عقلی خوب میتونن بر اساس همون فتوا بدهند و اون را به عنوان یک حکم شرعی تلقی بکنن خب در موارد آیات شریفه مثلا داریم که وقت خداوند متعال می فرماد فبشر عباد الذین استمعون القول فیتبعون احسنه حالا اونا آمدن گفتن که خود پیروی از نیکوتر بالاخره پیروی کردن از جایی که بهتر هست خودش همون استحسان حالا آمدن بر این اساس اینا بحث استحسان رو مطرح کردن و دلیل دیگر رو در قالب مساله مرسله بیان میکنن که مساله مرسله هم در نزد مذهب حنبلی و مالکی جز ادله شرعی به حساب می و بخواهیم در قالب لفظ کوتاه اون رو تعریف بکنیم باید بیان بکنیم که مساله مرسله همون از اسمش حدودی پیدا است که مساله خود جمع مصلحت هست میگیم در هر کجا که یک مصلحتی باشد ولو این مسعد در شر بیان نشده باشد خب و دلیل معتبر هم از شر نداشته باشیم در باره آن نه به صورت دقیق نه به صورت یک دلیلی که نوع آن رو برای ما مشخص کرده باشد ولی ما با عقل خود به اون مسلحت برسیم می توانیم طبق اون مسلحت بیاییم فتوا بدیم مرسله که قیدش آمده به خاطر اینکه به هیچ قیدی بالاخره مقید نیست کاملا آزاده یعنی هر مسلحتی که انسان بتونه فرض کنه ببینه پیدا بکند میتونه طبق اون فتوا بدهد و در واقع اون رو به عنوان یک حکم شرعی لحاظ بکند خب این هم گفتیم که در نزد حنابله و مالکیه اعتبار داره و صد زرایه یکی دیگر از این دلیل هایی هست که خب این رو شاید بتوان گفت که تنها مذهب همبلی به اون معتقد هستند و صد ذرایع باز هم اسمش از خودش تعریفش پیدا هست که در آن وقتی ما میگیم صد ذرایع صد یعنی بست بستن, و ذرایع هم که به معنای همون ذریعه و وسیله و ابزار هست خب صد ذرایع به این معناست که اگر ما آمدیم نگاه کردیم یک عملی بالاخره منجر می شود به یک کار حرام و یک کار نادرست به خاطری که جلوگیری کرده باشیم از این کشانده شدن به کار نادرست و کار حرام میاییم همون ابتدا صد میکنیم و این کار را ممنوع قرار میدیم و در نتیجه با صد زرایه هم ادعای آمدن برخی از حوادث و برخی از کارها را با این بیان حکمش رو روشن ساختن خب بر شاید هم بر همین اساس باشد که مثلا آمدن رفتن به رفتن زنان در تشریع جنازه در قبرستان و امثال اینها رو ممنوع قرار دادن میگه چرا میگه شاید اینا وقتی میرن در تشریع جنازه یا سر قبرستان خب اونجا ممکن است در اثر مصیبتی که برای مصیبت دیدگان پیش آمده است خب اینا هجابشون مثلا برطرف بشود و خود این سبب بشود که کسان دیگری خود شخص به گناه و معصیت کشانده شود لذا برای گرفتن جلوگیری کردن از این کار از طریق همین صد زرایه برخی از کارها را ممنوع قرار میدن خب این تعریف های کوتاه و مختصری که از این سه تا مسئله خواستیم بیان بکنیم اما درباره حجیت آن من هم مصنف میفرماید تا زمانی که همان قاعده کلی که برای حجیت داشتیم در این سه هم محقق نشده باشد نمی توانیم برای اونها هم ارزش قائل باشیم اما اگر همین سه هم برگشتشون به زواهر بود و به دلیل های نقلی اینا منجر شد که اونا خودشون دارای ظهور هست یا دارای ملازمات عقلی هست خب طبق اون حجت خواهد بود اما اگر اینا از طریق ظهور به دست نیاین از طریق ملازمه عقلی هم به دست نیاین در این صورت دقیقا میرن تحت همون بحث قیاس و قیاسی که معتبر نبود روی این جهت هست که میفرماید ما اگر بخواهیم این سه تا دلیل رو از تحت زن عام خارج کنیم و اینا رو به عنوان یک زن خاص معتبر تلقی بکنیم در واقع می توانیم بگیم تخصیص اکثر لازم می آید یعنی دیگه در زیر مجموعه زن عام افراد دیگه باقی نمی ماند که در اونجا آیات شریفه بیاید برای ما حکمی رو بیان بکند که شما طبق زن و گمان عمل نکنید و خاطر که گمان از حق بینیاز نمی کنه خب میگیم این گمان چیه؟ خب وقتی نگاه کنیم اگر این استحسان رو بیرون بکشیم قیاس رو بیرون بکشیم مصالح مرسله و سد زرایه رو هم بیرون بکشیم چیزی دیگه باقی نمیماند که اونجا در تحت ذن عام بی ارزش و غیر حجت تلقی بشوند روی این جد این نکته رو باید توجه داشته باشیم و از طرف دیگر هم هر کدام این سه یعنی هم استحسان هم مصالح مرسله و هم سد زرایه تا حدود با عقل و دلیل عقلی سر و کار دارن ارزش و جایگاه عقل رو هم ما بیان داشتیم که گفتیم عقل در مورد ملاکات احکام بالاخره قدرت نفوذ و دخالت نداره لذا نمیتونه بیان بکند که بگیم استحسان به خاطر اینکه ما علت حکم رو پیدا کردیم مصالح مرسله یا بگیم ما مصلحت واقعی رو به دست آوردیم و همچنین زرایه که ما رو به بک... حرام میکنه بکشاند این رو هم ب... متوجه هستیم از آنجایی که عقل به ملاک های احکام دسترسی ندارن به هیچ وجه نمیشه بر اساس عقل ما بیاییم ملاک تعیین بکنیم که این بر این ملاک این کار باید این حکم را داشته باشد و از طرف دیگر حتی در همون بحث خود احکام هم گفتیم که عقل در جا بعضی جاها در خود احکام هم نمیتونه دخالت بکنند به خاطر اینکه احکام همون گونه که ملاک هایشون به اصطلاح با عقل قابل درک نیست مصالح و مفاسدی که در احکام قرار دارد اونها هم باید با دلیل شنیدگی با دلیل نقلی از ناحیه پیامبر گرامی اسلام معصومین به ما برسد تا ما بفهمیم و اگر اونا بیان نکرده باشد ما بخواهیم با عقل خود به اونها پی ببریم این خیلی مشکل و دشوارم هست و در صورتی که این باب رو ما باز کنیم و بگیم بله در هر کجا که انسان به یک مسئله به یک پدیده و یک حادثه برخورد می کند خب مراجعه کنه به عقل خودش بالاخره عقل یا از طریق قیاس یا از طریق استحسان یا مصالح مرسله یا صد ذرایع یا مثلا حیله های فقهی و امثال که در بعض مذاهب مطرح هست خب بالاخره اگر انسان بخواهد به این شکل برخورد بکند خب باید همه مسائل واگذار بشه به عقل دیگه ما نیاز به بعثت پیامبران نداریم نیاز به بیان احکام دین نداریم دیگه هر مسئله رو میشه عقل به یک ای برسد که از طریق خان اون رو ما در واقع عمل کنیم و از این جهت است که دیگه باب دین و دینداری کلا وحی و پیامبر و تبیین پیامبر و امثال اینها زیر سوال میره و احساس نیاز دیگه به اونها پیدا نخواهد شد و از آنجایی که این حرف نادرست هست لذاست که ما حجیت این دلایل این چنینی را باید حتما درش دقت لازم را داشته باشیم و به همین جهت است که بیان میکند که ما این سه تا دلیل رو به عنوان دلیل معتبر نمی و بحث مفصل هم دیگه از اینجا انجام نداده و یه نکته هم که باید به با اون اشاره کنیم این است که خب خیلی از مذاهب اهل سنت اینایی ای که اشعری مذهب هستن خب اینا اصلا برای احکام به اسلام مصلحت و مفسده قائل نیستن این احکام را تا به مصالح و مفاسد نمیدانن خب از یک طرف میآیند میگه احکام الهی اصلا تابع مصلحت و مفسده نیست و از طرف دیگر میآیند بر اساس مصلحت خب مساله مرسله و استحسان درست میکنن بر اساس مفسده دوباره صد ذرایع درست میکنن خب این خیلی جای واقعا تعجب داره که اینا در بحث کلامی وقتی میرسن میگه احکام رو نمیشه خلاصه احکام معلل نیست علت نداره مساله و مفسده برای احکام نمیتونیم در نظر بگیریم اما از اون طرف میاین مثلا قواعد فقهی درست میکنن دلیل شرعی مبنای شرعی درست میکنن اونم بر اساس همین مساله و مفاسد یه مقدار اینها به اصطلاح دقیق نیست یا باید از اون مبنای اولیشون که میگن احکام معلل نیست تابع مساله و مفاسد نیست دست بردارن یا بیاین از این مبناها و دلیلهایی که درست میکنن بر اساس مساله و مفاسد از این دلیل ها دست بردارن امکان نداره که هر دو قابل جمع باشد خب این تنبیه پایانی که در بحث مقصد سوم مطرح هست در استحسان مصالح مرسله و سد زرایه هست که ما هر کدام رو به گونه تعریف مختصر و طرفدارانش رو هم تا حدودی معرفی کردیم مرحوم مصنف میفرماید از ادله معتبر که در نزد جملت من علماء سنه یعنی تعداد از علماء اهل سنت این رو به عنوان ادله معتبر می شمارن خب باقی مانده است استحسان و مصالح مرسله و صد ذرایع خب حالا این سه تا رو باید بررسی بکنیم میفرماید و هی اللم تر ترجه و ظواهر الادلت سمعیه این سه تا اگر مراجعه نکند به زواهر ادله سمعی یعنی نقلی یا به ملازمات عقلی اگر برگشت این سه به زواهر و ملازمات عقلی نباشد لا دلیل الا حجیت یا دیگه ما دلیلی بر حجیت اینها نداریم اگر این سه تا بخواهن حجیت پیدا بکنن یا برن تحت زواهر یا برن تحت ملازمات عقلی خب مستقلات عقلی ملازمات عقلی اونجا از طریق عقل اینا به اثبات برسن بل هی اظهر و افراد ظن المنهیون بلکه می توانیم بگیم که نه تنها اینا حجیت ندارد بلکه ظاهرترین افراد ذن عامی هست که مورد نه قرار گرفته است خب اینا میگیم تنها افرادی هستند که میشه گفت اینا مفید ذن و گمان هستند و گمان هم که اعتبار نداشت و هی دون القیاس من ناحیت الاعتبار حتی ارزش این ستا از ارزش قیاس پایین تره یعنی قیاس از نظر افاده زن و گمان در درجه بالاتر از زنا قرار دارد و لذاست کسانی که اینا حجت میدانند خب اول میرن به سراغ قیاس که اگر از قیاس هم نتونست یک جای حکمی رو پیدا بکنن بعد می به سراغ استحسان و مساله مرسله و صد زرایه ولو اردنا اخراج ها امومات من عمومات حرمت العمل به حالا می که اینا باید تحت ذن عام داخل باشن و حجت نباشن و اگر ما بخواهیم اخراج کنیم اینا رو بیرون بکشیم از عمومات حرمت عمل به زن خب میگیم اینا هم جزء ذن خاص هستن یعنی گمان های خاص هستن یعنی گمان های معتبر اگر این کار را بکنیم میگه لا یبقا عندنا ما یصلح لحل انطباق عمومات العمومات علیه مما یستحق الذکر دیگه باقی نمی ماند در نزد ما اون چی که صلاحیت داشته باشد که این عمومات بر آن تطبیق بشود از اون چیزایی که واقعا قابل ذکر باشد یعنی اینکه که این عمل به ذن که این همه مزمت شده و نباید عمل کرد و اون از حق بینیاز نمی کنه میگیم اونا کیا هستن اگر اینا را از اونا بیرون بکشیم دیگه مصداق واقعا قابل ذکر باقی نمیماند تحت ذن عام فیب قنه عن الذن بلا موضوع خب در این صورت میگه وقت ذن عام غیر حجت دیگه مستاق ندارد خب برای چی آمده از اون نه کرده است میگه چیزی نیست که شما نقل نه میکنید و من البدیهی عدم و جواز تخصیص الاکثر میگیم خب ممکنه یک مستاق هم تحت همون ذن عام باقی مونده باشد میگیم این خیلی زشته که ما بیاییم بالاخره یک تعداد افراد زیاد رو که در تحت زن عام بوده اینا رو اول قرار بدیم بعد اینا رو ممنوع قرار بدیم بعد یکی یکی مصداقها رو بیرون بکشیم و تخصیص اکثر لازم بیاید بیشتر افراد بیاد بیرون یه تعداد کم فقط باقی بماند میگه این از نظر محاوره و ادب بعید هست الان انه قد اوضحنا فی ما سبق فی الدلیل العقلی علاوه بر این که ما توضیح دادیم در گذشته در بحث دلیل عقلی، این که احکام و ملاکات احکام لا یستقل العقل به ادراک ها ابتدائن. این رو گفتیم که اصلا عقل به صورت ابتدایی نمیتواند به ملاکات احکام دست پیدا بکند ای لیسه من الممکن للقول یعنی این که اصلا برای عقل امکان ندارد انتنالوها ابتدا این که دسترسی پیدا بکند به ملاکات احکام به صورت ابتدایی اونم ابتدایی که میگیم یعنی که بدون شنیدن از مبلغ احکام نمیتونه این کار را انجام بده الا بالملازمت العقلیه مگر اینکه ملازمه عقلی باشد که اونم مل... اقزام ملازمه هم باید روشن بشه که حداقل بیانه به بنال اخص اونجا وجود داشته باشد و شعن و حافظ شعن و جمعی المجعولات و شعن احکام هم یا شعن همین عدله هم که گفتیم در این بس شعن همه امورهای مجهول و قراردادی هستند مثل لغت، اشارات، علامات و مانند ها که اینا با عقل قابل فهم نیستن همه اینها را باید بریم از اهلشون تحقیق کنیم بپرسیم و منظور خودشون رو به دست بیاریم فإنه لا معنى للقول بأنها تعلم من طريق عقلي برای شناخت اینها نمیشه گفت که اینا رو میتوان دانست از طریق عقلی صرف سواء کان من طریق بدیهی هم نداری حتی از طریق عقل بدیهی هم نمیشه اینا را شناخت از طریق عقل نظری و استدلالی هم نمیشه و شناخت لغت را شما ندانید خب حالا چقدر باید برای آن استدلال بیارید تا معنای لغت بفهمید هر چقدر استدلال بیارید ممکن معنای لغت رو نفهمید راه حل چیه راه حل اینه که بریم به سراغ اهل لغت بگیم شما از این چه اراده میکنید علامتی تابلوی را وقتی ما میبینیم با عقل بخوایم هر چقدر در مورد آن فکر کنیم بیاندیشیم برهان براش اقامه کنیم فایده ندارد بریم از اهلش بپرسیم بگیم منظور تو از این تابلو چیه و دین و احکام دین هم این همینه میگه شما هم احکام دین رو بخواید با عقل بررسی بکنید شاید به اون نتوانید پی ببرید باید بریم از صاحب دین از شاره از مبلغ دین بپرسیم که منظور از این حکم چیه و دلیل آن چی میتواند باشد به این ترتیب هست که این احکام هم حتی با عقل بدیهی و عقل نظری هم قابل تشخیص نیستند و لو صح للعقل هذا الامر و اگر برای عقل این کار صحیح باشد یعنی همه کارها را عقل بتونه بفهمد اگر این حرف درست باشد لما کان هناک حاجه دیگه نیازی باقی نمیماند لبعثت رسول و نسب الائمه چی نیاز هست که پیامبر بیاید امامان نسب بشود میگیم عقل هرچی هر حکمی که پدید آمد میتونه بره اینو مثلا بفهمد دیگه همون گونه که امروز هم وقتی هر صنعتی هر بالاخره پدیده ای که به وجود میاید در هر کشور کسانی مثل اهل زبان مینشینن برای اون کلمه که مثلا برای اون یک چیزی دروش شده است اسمی میگذاره خب حالا در بحث احکامش هم همینطور بیایم بگیم که هر عاقلی میتواند در موردش فکر بکنه بعد یه حکمی براش بیان بکنه خب دیگه چی نیازی است که ما مراجع به دین و پیامبر و امام معصوم و امثال اینها داشته باشیم اذ یکون حین از این خب بخاطر اینکه ما این توانایی رو به عقل دادیم که گفتیم عقل همه چیز رو میتونه بفهمد خب در این صورت میگیم کل ذی عقل متمکنن به نفسه هر صاحب عقل این تمکن و قدرت را دارد به خودی خودش من معرفت احکام الله تعالی که بگه من حکم الهی رو میتونم بشناسم و یسبح کل مشتهد نبی او امام بعد هر مشتهد هم میشه نبی هر مشتهد میشه امام هر چی مشتهد گفت بگیم حرف پیغمبر حرف خداست و یا حرف امام معصومه و من هنا تعرف و سر فی اسرار اصحاب رعی از همینجا شناخته می شود این نکته سری که چرا اصحاب رعی بر این قولشون خیلی اصرار دارن چی میگن به اینکه کل مشتهد مصیبون چرا این حرف رو می زنن به خاطر این که این آمدن به عقل بها دادن که گفتند برای هر پدیده ای عقل می تواند حکم خدا را بفهمد و بیان بکند و عقل هر چی را فهمید همون دقیقا حکم خداست هیچ اشتباه احتمال نمیدن و به همین جد میگه هر مشتهدی مصیبه یعنی کاملا به حق رسیده یعنی کاملا به حرف خدا رسیده است و قدیه طرف الامام الغزالی اما امام غزالی اعتراف داشته به اینکه لا که اثبات حجیت القیاس الا به تصویب کل مشتهد حجیت قیاس را از کجا میتونیم به دست بیاریم؟ از این را که بگوییم هر مشتهدی مصیبه یعنی چی میگیم؟ یعنی این که حکم خدا اینقدر به اصطلاح ساده هست که هر مشتهدی به هر رأی و نظری که رسید دقیقا این حکم خدا میآید خودش رو تطبیق میده با این حکم مشتهد خب پس وقتی این گونه شد هر قیاس کننده هم یه مشتهدیه اونم یه قیاس کرده رسیده به یک حکمی پس این حکمم اگر آمد دقیقا همون حکم خدا شد و اینم مصیب شد پس حجت خواهد بود دیگه نیاز نیست که ما بگیم این حجت نیست لذا که شما میفرماید حجت خیاس را فقط میشه با همین مصیب دانستن هر مجتهد این رو به اثبات رسان و زاد علا ذالکه قوله و بعد آمده این حرف را اضافه کرده است که به ان المجتهد و این خالف نست حتی مجتهد این توانایی رو دارد که اگر مخالف نس یعنی مخالف آیه و روایت قطعی هم بخواد عمل بکند و هو مصیبون بازم مصیبه یعنی چی؟ یعنی اون حکمی که طبق آیه و روایت بود اینا یا پاک میشن به جای آن حکم مشتهید می یا تبدیل میشه خلاصه می تطبیق میده خودش را با این حکم مشتهید و ان الخطا غیر ممکن فی حقه بعد میگه در مورد مشتهید اصلا خطا امکان ندارد این یک نوع بازی کردن هست که واقعا کسی با دین با احکام دینی به این شکل بازی بکند متاسفانه امروز خب در دنیای امروز این مسئله خودش رو بیشتر نشان میدهد به گونه ای که حالا اینا آمدن حداقل اینقدر چی داشتن احتیاط کردن که گفتن هر مجتهد مصیبه خب دنیای امروزی که ما در آن زندگی میکنیم به گونه این شده است که هر, مش... آدم مشتهده و هر مشتهده دوباره مصیبه این امروز هر کسی نسبت به هر پدیده ای هر چی به ذهنشون رسید به عنوان اشتهاد اول اجتهاد میکنه بعدا میگه حکم خدا همونه که من بیان میکنم دیگه این حرفیه که امروز خیلی طرفدارای بیشتری میکنه پیدا بکند ولی مرحوم مصنف میفرماید و من اجل ما ذکرناه و به خاطر اینکه ما قبلا گفتیم من عدم امکان اثبات حجیت مثل حاضل ادله گفتیم این ادله راه برای اثبات حجیت نداره رعین الاکتفا به ذالک همین مقدار دیگه کافی میدانیم از شرح این ادله و لازم نمیدانیم اینا را شرح بدیم و مراده هم ها و این که بگیم اینو چی اراده میکنند خب وقت خودش ارزش نداره چرا بریم مرادش رو به دنبالش بگردیم و مناقشت و عدلتیم دلیل هایشان را مورد مناقشه قرار بدیم به هر صورت وقتی اینا معتبر نیستن دیگه ما فقط خواستیم نام ببریم و موزه خود را در قبال آن مشخص کنیم و بگوییم که اگر اینا تحت پوشش زواهر و ملازمات تقلی قرار نگیرند، دیگه راه برای اثبات حجیت خودشون ندارن حالا کسان آمدن گفته چرا یه راه دیگه وجود داره اون چیه؟ گفتن این کر مشتهد مصیبه یعنی چی؟ یعنی میگیم هرچی مشتهد به اون رسید حالا این از طریق قیاس برسد از طریق استحسان برسد از طریق مصالح مرسله برسد از طریق صد ذرایع برسد از طریق حیل های فقهی برسد خب هر از هر راهی به هر چیزی که رسیده است میگیم این مصیبه این به حکم خدا رسیده خب دیگه ما بالاتر از این میخوایم چیکار بکنیم وقتی حکم خدا رو پیدا کرده و به آن رسیده است یعنی دیگه حجت یعنی دیگه دلیلی از این بیشتر و بهتر لازم نداریم ولی خب وقتی ما تا این حد نه جایگاهی برای عقل قائل هستیم نه این جایگاه رو به مشتهد میدیم که این گونه هر چی به ذهنشون رسید و از هر راهی بر حکم رسید اون رو مصیب بدانیم از این جهت هست که میفرماید ما بیش از این روی این مباحث دیگه بحث نمی کنیم و نحیل و طلاب علا و حواله میدیم دیم دانش پژوهان رو بر محاضرات و کتاب هایی که در این زمینه تدوین شده است از جمله مدخل فقه مقارن علتی القاها که این رو القا کرده است استاد الماده فی کلیت الفق الاخ سید محمد تقی حکیم که شان آمده در, در اون مقدمه فقه مقارن این مباحث را به صورت مفصل تر بحث کرده است جناب سید محمد تقی حکیم فا این نفی حل کفایه که اگر کسی رفت و اونجا را مورد مطالعه قرار داد دیگه بحث کاملا به قدر کفایه به دستش رسیده است و نکته هم که مرحوم مصنف و مزفر به اون اشاره نکرد و ما در پایان بهش تذکر دادیم این است که جالب اینجاست که اکثریت مذاهب اهل سنت که اشعری مذهب هستند و احکام را تابع مسائل و مفاسد نمیدانند اما برای پیدا کردن احکام دوباره میرن از طریق همین مسائل و مفاسد ادله شرعی درست میکنن و بعد این ادله را در جایی که حکمش مشخص نیست به کار میگیرن و حکم اونجاها را بر این اساس در واقع معین میکنند خب این یک یک بام دو حواست در یک جاهای میگه ما احکام را تابع مساله و مفاسد نمیدانیم در یک جاهای بر اساس همین مساله و مفاسید میآید مبنا درست میکنند دلیل شرعی درست میکنند بعد ارزش و جایگاه آن رو براشون به اصطلاح قائل شوند و از اون طریق احکام شرعی رو برای دیگران تبیین کنند. خب تا اینجا بحث حجیت ادله شرعی تمام میشه یه باب نهم هم که انشاالله در بحث تعادل و تراجه هست و اونم به خاطر اون مبنای خود مرحوم مصنف داره که این رو جزء مباحث حجت ادله قرار دادن ان اون رو هم بحث میکنیم و دیگه بحث مقصد سوم به پایان خواهد رسید تا بحث بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته